سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. آقا توی این ویدیو قراره بریم سراغ ایردراپ همستر. یه سری توضیحات 0 تا 100ش رو قراره بهتون بگم. کارت ها بشه درد میخوره، پروفیت بشه درد میخوره، سکه بشه درد میخوره و کلیت هایی که جدیدن اضافه شده بشه درد میخوره. ببینید، ما 4 تا بخش داریم که هر کدومشون به صورت جداگونه میتونه واسه شما مفید باشه. البته شاید بگین همه اینا رو خودتون میدونین، ولی توی این ویدیو قراره اطلاعاتی بهتون بدیم که به صورت تیکتی که توی ویدیوهای قبلی گفتیم، همچنین یه سری اخبار جدید رسیده که حتما باید بشنوین. پس فکر نکنین کل اطلاعاتی که تا الان راجع به همستر اومده اطلاعات کاملیه. توی این ویدیو قرار خلافش رو بهتون ثابت بکنیم و خیلی به ترتیب بهتون بگیم که هر چیزی به چه درد میخوره. خیلی خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ ربات، لطف کنین اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانالم حتما سابسکرایب کنین تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. خیلی خب، من ربات همستر رو باز کنم. ببینید، بدون هیچ توضیح اضافه ای نمیخوام وقتتون رو بگیرم، بریم سراغ توضیحات 0 تا 100 همستر. ببینید دوستان، قبل از هر چیزی شما باید بدونین همستر آخر سر چقدر میخواد به شما توکن بده. همونطور که توی ویدیو قبلی گفتم، ببینید یه لحظه من برگردم تو صفحه کانالم. ببینید، همونطور که توی این ویدیو اومدم توضیح دادم، اینجا خیلی کامل توضیح دادم و الان فقط یه حساب کتاب کوچیک میخوام باهاتون بکنم. ببینید، همستر 10 میلیارد توکن داره. خب به صورت میانگین اگه 100 میلیون کاربر واقعی داشته باشه، چون 250 میلیون 300 میلیونی که خودش داره میگه رقم صحیحی نیستش. خیلی یا چند تا اکانت دارن، خیلی اومدن به خاطر رفرال گیری با اکانت های دیگه شون هی ثبت نام کردن، هی دلیت اکانت زدن، به خاطر همین بیشتر از 100 میلیون کاربر انتظار نداریم که همستر داشته باشه. پس اگه 10 میلیارد توکن داشته باشه واسه ایردراپش و بخواد بین 100 میلیون نفر تقسیم کنه، به صورت میانگین به هر شخصی 100 تا توکن میرسه. حالا شما چطوری میتونین سهم خودتون رو حساب کنین؟ ببینید، نزدیکترین عددی که به این 100 تا توکنه اینه، چون هر شخصی پروفیتش از 800 هزار تا 3-4 میلیون تاست، پس شما میتونین 4 تا 0 از پروفیتتون کم بکنین. مقدار توکنیه که واسه فروش همستر به شما پرداخت میکنه. حالا این رقم بین 80 توکن تا 400-500 توکن متغیره. اوکی، این تا اینجا. حالا شاید بگین خب با 80 تا توکن، با 100 تا توکن من چیکار کنم؟ ببینید، قیمت هایی که در حال حاضر توی بازار هستش، مثلا یکی زده 50 سنت، یکی زده 60 سنت، توی سایت XC بهتون نشون دادم. این اشخاص هنوز اطلاعی ندارن که توکن همستر قراره اینقدر تعدادش کم باشه و زمانی که ببینن عرضه همستر با این مقدار کمی قراره انجام بشه، قیمت همستر میره بالا. ببینید، هر چی توکن بیشتر باشه قیمت میاد پایین تر. پس هر چی توکن کمتر باشه قیمت میره بالاتر. این کلا یه استاندارد جهانیه. شما ببینین، طلا کمه قیمتش بالاه، الماس کمه قیمتش بالاه، هر مواد یه چیزی که کم باشه و تقاضاش بالا باشه قیمتش هم میره بالا. نمونهش همین ماشین توی کشور خودمون، چون عرضه کمه تقاضا بالاه، قیمتش روز به روز داره میره بالا، یا دلار هم به همین صورته. خیلی خب، پس با توجه به اینکه عرضه همستر قراره خیلی کم باشه نسبت به چیزی که مردم انتظار دارن، پس قیمتش میره خیلی بالاتر. هر توکن امکان داره به 1 دلار، 1.5 دلار هم برسه. این از اولین موضوع. پس وقتی شما 100 تا توکن میگیرین، امکان داره قیمت 100 تا توکنتون به 150 دلار هم برسه. البته این فقط یه حدسه. این از این موضوع. پس به هر شخصی این مقدار توکن میتونه برسه. 4 تا 0 از پروفیتتون کم بکنین، تقریبا همون مقدار توکن میده. خیلی خب، حالا نحوه دوم درآمدزایی من توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم بهتون. ببینید، روش دوم درآمدزایی همستر از طریق فروش NFT است. اگه وارد بخش اسپشیال بشیم، ما اینجا کارت هایی داریم که فوق العاده با ارزشن. کارت هایی که توی یورو منتشر شدن، کارت هایی که با عکس ترامپ دارن منتشر میشن، کارت های زماندار، کارت هایی که اینطوری عکسشون بزرگ بود. ببینید، همه این کارت ها قرار وارد بازار NFT بشه. البته همشون نه، بعضیاشون. اینا قرار وارد بازار NFT بشن و توی بازار NFT شما بتونین کارتتون رو با توجه به لولتون روی یه قیمتی بفروشین. حالا این که میگم با توجه به لولتون،
کریپتون یه حدسه، ولی اینکه این کارت ها NFT میشن تضمینیه. حالا امکان داره مثلا با توجه به لول هر شخصی بهش چند تا کارت NFT بدن، یا اینکه نه به همه یه کارت NFT بدن دیگه از هر کارتا. خیلی خب، پس حتما بیاین این کارتا رو بخرین، مخصوصا کارتایی که زمان داره یا اینطوری بزرگه. ببینید این کارتا خیلی موقع باز شدن بازار NFT شون میتونه واسه شما سود داشته باشه، البته اگه هندیا بذارن، چون اونا قیمت رو خیلی میارن پایین. البته اونا خلاصه کارتاشون فروش میره، تعداد کارتا کم میشه و شما میتونین با قیمت بالاتری بفروشین. به غیر از این بخش کارتا، یه بخشی اضافه شده به اسم اسکین. ببینید توی خیلی از ویدیوها من خودم هم یه جا گفتم امکان داره این بخش اسکین فقط واسه توکن سوزی باشه، امکان داره فقط واسه توکن سوزی هم نباشه، امکان داره این اسکین ها به NFT تبدیل بشه. وقتی شما 500 میلیون سکه قراره بدین واسه این اسکین، فکر نکنم فقط واسه کلاس گذاشتن باشه. البته یه نظریه دیگه هم هستش که سر جای خودش میگم جلوتر، ولی به هر حال امکان داره این اسکین هم تبدیل بشه NFT و تو بازار NFT شما بتونین بفروشین. پس تا اینجا مقدار توکنی که به دست میارین و فهمیدین، بازار NFT رو فهمیدین، بریم سراغ مینی گیم. ببینید دوستان، یه بازی از چند روز پیش اضافه شد به اسم مینی گیم که دیگه 100% همتون میدونین داستانش چیه دیگه. ببینید دوستان، شما فقط کافیه بیاین این کلیدو یه جوری بکشین بیرون با حل کردن این معماها. بعد از اینکه این کلیدو کشیدین بیرون، میاد یه کلید واسه شما تو این بخش اضافه میکنه. حالا این کلیدا به چه درد میخوره؟ ببینید راجع به این کلید سه تا سناریو وجود داره که سناریو سوم با توجه به پستی که ادمینشون توی کانال تلگرام قرار داد محتمل تره. من حالا به نوبت میگم. ببینید در طی روزهای آینده امکان داره کارت هایی منتشر بشه، این سناریو اوله، که فقط با کلیدها شما بتونین خرید کنین. مثلا بگه اگه میخوای کارت فلانو بخری، باید سه تا کلید داشته باشی، باید 5 تا کلید داشته باشی. این سناریو اوله. پس احتمال داره کارت های خیلی مهم یا کارت های طلایی منتشر بشه که فقط با کلید شما بتونین دریافتش بکنین. سناریو دوم، توی همین بخش های همستر قراره یه بخش جدیدی اضافه بشه که شما مثل همین جایزه های مورس کد و نمیدونم کارت ها و اینا بتونین جعبه های شانسی باز کنین. صندوق های گنج توی یه بخشی اضافه بشه، شما بتونین با استفاده از این کلید هاتون به صورت شانسی این صندوق ها رو باز بکنین. مثلا یه صندوق امکان داره 1,000,000 سکه بده، یه صندوق امکان داره 100,000,000 سکه بده. خلاصه به صورت شانسی میتونین با توجه به هر چند تا کلیدی که دارین این صندوق ها رو باز بکنین و یه مقدار پروفیت یا سکه یا هر چیزی که خودش قراره بده جایزه بگیرین، یا حتی کارت NFT. معلوم نیستش. این سناریوی دوم بود. حالا سناریوی سوم چیه؟ ببینید ادمین همستر اومد یه پستی گذاشت و این کلیدو به فروش توکن هاتون ربط داد. حالا این ارتباط چیه؟ ببینید همستر، من از اول گفتم نمیخواد اجازه بده که از روز اولی که توکن ها فروشش آزاد میشه شما همه توکن هاتون رو بتونین بفروشین. هیچ وقت این اجازه رو به شما نمیده، چون قیمت توکن به شدت میاد پایین. همونطور که خودش میگه 200,000,000 300,000,000 کاربر داره، که ما میگیم نه این دروغه. 100,000,000 کاربر هم داشته باشه، از این 100,000,000 نفر 90,000,000 نفر میخوان توی روز اول توکنشون رو بفروشن. حساب کنین کل توکن ها میره تو صف فروش و قیمت تقریبا میرسه به صفر و خریداری پیدا نمیشه. به خاطر همین همستر اومده این کلید ها رو اضافه کرده. به عنوان مثال، مثلا میگه توی ماه اول هر یک کلید اجازه فروش 1% از توکن هاست. مثلا وقتی توکن ها رو تقسیم کرد و شما خواستین بفروشین، اگه 10 تا کلید توی اون ماه گرفته باشین، به شما اجازه میده 10% از توکن هاتونو بفروشین. با این روش میتونه جلوی ریزش قیمت رو بگیره و توکن هایی که شما میفروشین و نهنگ ها یا خود مالک های همستر بیان از شما بخرن. پس با این روش میتونه جلوی حجم فروش رو بگیره، قیمت هم بالا نگه داره. پس اینم از سناریو سوم بود که بازم میگم با توجه به پستی که ادمین همستر قرار داده بود این محتمل تره، ولی خلاصه دوتا سناریو قبلی هم نمیشه دور انداخت. خیلی خب دوستان، دیگه تقریبا همه چیزو توضیح دادم راجع به همستر. اطلاعات خاصی
چیزی نمونده که نگفته باشم. ببینید این اطلاعاتو من به صورت پراکنده توی ویدیوهای قبلی گفته بودم، توی این ویدیو جمع‌بندی کردم بهتون گفتم. حالا توی ویدیو بعدی یا ویدیو قبلی که منتشر کردم، چون مطمئن نیستم کدومشو امروز زودتر منتشر میکنم، قراره بهتون بگم تب سواب، همستر، سی ایکس و سیمپل کی قراره لیست بشن و توکن هاشونو کی شما میتونین بفروشین. بازم میگم اطلاعاتی که راجع به فروش این توکن ها تا الان شنیدین غلطه. اطلاعات صحیحشو توی ویدیو قبلی گفتم که منتشر کردم یا توی ویدیو بعدی که قراره منتشر کنم. خیلی خوب دوستان، ممنون که تا اینجا با ما بودین. لایک و سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. روزتون خوش، خدا نگهدار.